رهبر جبهه مقاومت ملی گفت راه جز مقاومت برای مردم نمانده است. سلام، درود، وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای خبری ما با خبر شوید. محمد هارون مجیدی در برگه فیسبوکش می نویسد رهبر جبهه مقاومت ملی گفت راه جز مقاومت برای مردم نمانده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مصاحبه با خبرنگاران شبکه تلویزیونی آرتی که یک رسانه اروپایی است، نبرد جبهه مقاومت ملی را نه فقط علیه طالبان بلکه علیه تروریسم بین المللی دانست. مسعود در این مصاحبه با اشاره به شیوه دولتداری طالبان گفت با گسترش ظلم، کشتار، شکنجه، استبداد و بی‌عدالتی راه جز مقاومت برای مردم افغانستان نمانده است. خبرنگاران شبکه تلویزیون آرتی نخستین بار در اوایل فروردین از سنگرهای نظامیان جبهه مقاومت ملی در کوهستان‌های پنجشیر دیدن کردند و مصاحبه با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نیز به تازگی انجام شده است. این مصاحبه که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان انجام شده است، روز جمعه 30 اردیبهشت 20 می پخش شد. این نسخستین مصاحبه احمد مسعود پس از سقوط مرکز پنجشیری به دست طالبان در سپتامبر 2021 است. او پیش از این چندین بیانیه صوتی و تصویری پخش کرده است. احمد مسعود در این مصاحبه گفت زمانی که دولت پیشین افغانستان در 15 اوت 2021 فرو پاشید، جمعی از نظامیان و مردم علیه سلطه طالبان سادگی کردند و جبهه مقاومت ملی در نتیجه بسیج خودجوش مردم شکل گرفت. او افزود قرار نیست ما از سوی یک قدرت خارجی حمایت شویم. ما شهروندان افغانستانیم و برای آزادی و حقوق اساسی خود می جنگیم. مسعود با اشاره به مذاکرات میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در اواخر اوت 2021 گفت پیام ما به طالبان روشن بود. ما گفتیم بیایید از فرصت پیش آمده استفاده کنیم و جنگ پایان یابد. ما واضح گفتیم که باید دولت فراگیر، همشمول و مورد پذیرش مردم افغانستان شکل بگیرد و به ارزش ها و انتخاب های مردم نیز احترام گذاشته بود. اما طالبان جنگ را آغاز کردند و ما هم چاره جز دفاع نداشتیم. مسعود جنگ جبهه مقاومت ملی را با طالبان نبرد علیه تروریسم بین المللی خواند و افزود که این جبهه نه فقط در برابر طالبان بلکه در برابر همه سازمان ها و ساختارهایی که بخشی از تروریسم بین المللی به شمار می روند می جنگد. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از دولت های جهان خواست که به طالبان فشار آوردند تا به خواست های مردم تن دهند. او تصریح کرد که اگر طالبان به ارزش های مردم افغانستان احترام بگذارند و به برگزاری انتخابات و تشکیل دولت همشمول و فراگیر تن دهند، نیازی به ادامه جنگ نیست. اما سلطه کنونی این گروه بر افغانستان به مردم تحمیل شده است و مردم خود را در نظام حاکم نمی بینند. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.